باد میاد. اگه ویدئوهای من کجه دیگه ببخشید دیگه. میگی این بالا یه مشکلی داره. اینجا اکثرا خانواده های هندی هستن. اینه که کسی دستش دوربین نیست. البته خب این آقایی که توی اون ماشی بود بای بای کرد. یه مقدار من خودم استرس دارم. نمیدونم چرا استرس دارم. تو مثلا مرکز شهر برام مهم نیست که ویدیو بگیرم، ولی اینجا نمیدونم چرا. ولی خب به حال شاید هم اینطوری فکر کنم که او مثلا یه خارجی اومده تازه توی این سابرب مثلا مهمان نواز باشه. استرالیایی هم هست اینجا، درصدشون خیلی کمه. مثلا حالا توی این قسمت از تارنید سابر بزرگیه، قسمت حوزینشین هم داره. کیمارت اونجاست، ما میریم اونجا تا از این در ورودی میرم که بقیه جای تارنیس برادم بریم. یه چیزی که در باره هندی ها هست اینه که کمبی شبیه ایرانی ها خیلی شعاف هن. اینه که ماشیناشون مثلا بنز و BMW دوست دارن مثل ایرانی ها. حالا این که افورد میکنن بخرن اینو نمیدونم، یعنی که میتونم بخرم یا نه نمیدونم، ولی به حال اینجوری. این از کولز الی. شما نگاه ها رو نگاه کنیم به لنز دوربین، خیلی نگاه های سنگینیه. شنبه یک شنبه این ساعت نسبتا شلوغه. دیگه چهره ها رو خودتون ببینیم دیگه. مثلا استرالیایی از هر چند از هر 50 نفر شما یه چهره ببینید که مثلا استرالیایی. فعلا که تا به اینجا کسی چیزی نگفته. یه دلیل این که کسی دوربین به دست نیست به نظر من، طبق مثلا تجربه من یا تحلیل خودم، تحلیل شخصی، اینه که تو استرالیا درآمد به طور کلی خوبه و مردم زندگیشون میچرخه. کلن هم کالچر استرالیا یه کالچر خیلی چیلیه، این مثلا لید بکن، همش خوشگذرانی و استراحت و برم مسافرت و اینا. اینه که خیلی مثلا دنبال مثلا اینکه یوتیوبر رو هم بشن که کار ساده ای هم نیست، مثلا نیستن دیگه. به خصوص اینجا چون همش خانواده است و بچه دارن، کی میاد یوتیوبر بشه؟ خب من هم وارد کیمات میشم، ولی خب دوربین رو دیتکتش بودم چون نمیدونم ایراد بگیرن یا نه. اتفاقی افتاد اینه که من نظرم عوض شد. اول بریم یه جن از این ترولی ها بگیریم، چون که دمبل 12 کیلویی سخت به هم کردنش. اینه که اول بریم ترولی بگیریم. آقای سیکیوریتی که چیزی نگفت. چهره شرق آسیا ممکنه ببینین. چرا زودتر هچم که این بیچه رو رچه. اگه بشه یه جنه از این ترالی های آزاد پیدا کرد. چرا همه رو بستن؟ یه راه اینه که صف بکنیم یکی ترولی رو بیاره بذاره سر جاش، بعد ما برش داریم، چون ترولی الان با اینجا نمونده. منم سکه ندارم. والا کی سکه میندازه ترولی برداره؟ چقدر دیگه پول بدیم؟
بگیم دومون ترولی. یه دونه ترولی نمیتونم پیدا بکنم. بعد ترولی که میذارن سر جاش، کوینی که استفاده میکنن سکه پلاستیکیه. به یکیشون گفتم مثلا ترولی تو به من میدی، میگه من باید بذارم سر جاش قفلش بکنم که اون کوین پلاستیکی رو در بیارم. من به خیال ترولی شدم، میریم کیمارت، دامبلار دستم میگیرم، مشکل نیست. نه مشکلی هست، خیلی تو دوره ماشین، هر کدومم 12 کیلو سخت. جای دمبل ها دمبل 12.5 کیلویی $45 اصلا معلوم نیست که چند تا اصلا هست. دو تا هست، یه دونه هست، این که 15، این چنده؟ این هم 10 کیلو بکنم نداره اصلا. دمزنگی خیلی خوب، وقتمون رو تلف کردیم. 12.5 فکر کنم من آنلاین سفارش بدم تا مثلا بزرنش اینجا. این گوشه هم که هیچی نیست، کلن وقتمون رو تلف کردیم. چی دیگه، برمیگردیم خونه. خلاصه این که برمیگردیم خونه، کلن بگم تو هر سابربی یک شاپینگ سنتر مرکزی وجود داره که معمولا همشون علی دارن، پولز دارن، ولوروس دارن، میوه فروشی لوکال ممکنه داشته باشن، دکتر، فارماسی. از روی قیافه ها اگه نگاه کنیم، آسیای شرقی کمتره، ولی میگم روز 90% چهره هندیه و میگم در آینده نزدیک ممکنه که این بالانس عوض بشه، برای اینکه دیگه خریدن خونه خیلی سخت خواهد بود. ایمیگرینت های جدیدی که میان همه مثلا مجبورن برن جایی که یه مقدار رنتش کمتره و تنها جایی که باقی میمونه که نسبتا به شهر هنوز نزدیک هستن شمال ملبورن و غربه. من هیچ اطلاعی درباره شمال ملبورن ندارم، ولی میدونم که غرب ملبورن شاید به نسبت شمال توسعه یافته تره. در واقع بذار اینجوری بگم، همین قیمت اینجا که 27 دقیقه تا مرکز شهره، در شمال ملبورن میشه 50 دقیقه یه مرکز شهر، اونم با قطار. از نظر من دیگه بالای 30 دقیقه ترین تو مرکزش به مرکز شهر دیگه واقعا خیلی سخته. این قطار ما با سرعت 160 کیلومتر در ساعت میره. این قطاره که در شمالن اتحانا شاید هم با برق کار میکنن و مثلا تعداد ایستگاه هم زیاده. اینجا کلن تا مرکز شهر 4 ایستگاه بیشتر نیست. اینه که میشه 27 دقیقه. در از نشانه های این که اینجا داره شلوغ‌تر میشه توی این منطقه اینه که گوزمن گومز که یک پس بود مکزیکیه همه شده 24 ساعته. قبلا 24 ساعته نبود. من حالم یه مقداری بهتر شد چون که نگاه مردم خیلی اونقدر وحشتناک نیست. چند نفری هم که بای بای کردم، دست کن دادم، بنابراین فکر کنم بتونم بیشتر ویدیو بگیرم. خب اینم از خرید نافرجاممون. من کار خاص دیگه یا خرید دیگه خاصی نداشتم اینجا، بنابراین برمیگردم خونه.
خیلی خوب، بریم رو دوربین جلو. بله، حالا تا خونم برسم میتونم صحبت های دیگه هم داشته باشم. چی بگم؟ چی درخت زیاد دارم چی ببینم بیافتم. قسمت غرب ملبورن به نسبت شرقش خشک‌تره. حالا الان میبرمتون یه خیابون دیگه به سمت خونه، مثلا به روبی خیابون مثلا لیکس نیست از لحاظ اینکه چالچونه نشته باشه، ولی چالچونه هم خونن داری میشه، اینطور نیست که همه چی گل و گل و گل باشه. گرده تیپیکالت گل همه صاحبه باد پاتخول و اینجور چیز زیاد هست. ببین BMW یه چیزی که درباره این ساب اب خیلی پیش چشم میاد پلاک ماشین هاست. اکثر اون پلاک هایی که مودیفای شده هستن، مثلا اسم یه شخص، اینا مال هندی هاست و اینا اسم مثلا بچه شونو میذارن یا حالا مثلا اسم خود طرفه. یعنی که پلاک ها مودیفای شده است، یه کاستومایز شده است. من یه بار یه دو بار رفتم کلاب ایرانیا، ماشینایی که پارک بود تو پارکینگ، مثلا بنز و BMW و فورد موستانگ، پلاک ها مثلا همه کاستومایز شده، نمیدونم آی لاف ایران، نمیدونم نازنین، همچین این چیزای شوآف. و مثلا چون اینو فقط من هم که نمیگم، خود هندی ها میگن که مثلا پنجابی ها شعاف میکنن، هم مختص ایرانی هاست و هم مختص پنجابی هاست. و مثلا همون روز تو همون کلاب مثلا میری به سمت شهر، مثلا یه مکلارن مثلا 700 هزار دلاری پلاکش یه پلاک معمولیه، در حالی که اون فورد موستانگ مثلا 40 هزار دلاری مثلا پلاکش چنم نازنین سهره یه همچی چیز. من باید یه میکروفونم بگیرم، فکر میکنم که شاید که سلام خیلی هم خوب نباشه، ولی خوب اینجا رو میریم به چپ دیگه، این خیابونه رو باید ببینیم دیگه، مثل رولر کوستر. بعد از اینکه ماشین بیان من دور بزنم، این سبزه گردش به راست که بشه قرمز، این یکی میشه سبز. من میرم که کسی جلوم نیفته. به این محدودیت سرعت توی این جاده 80ه. آخه این جاده رو شما نما کن، یه قسمت داره جلوتر وقتی بارون میاد بولم میری زیر آب که همینجا مثلا الان آب زیادی روش نیست، مثلا یه دو روز بارون بیاد کلن اونجا رو آب میگیره. حتی ساین زده که اینجا مثلا ممکنه که سیل بیاد، ولی خب یکی عادی دیواری نصب کن جلوی سیل رو بگیره.
دیگه، حداقل این پیومنت رو درستش کن. این ماشین های بیل میکانیکی میبینید سمت چپ، اینجا همین خونه ها همین درست نشده، یه تیکه زمین خیلی بزرگی دارن خونه میسازن، همینطور فقط خونه میسازن. بعد شاید کنار این میدونی که الان میبینید جلوم اینجا قراره که یه کولز دیگه، این سابر سه تا کولز داره، سه تا کولز. معمولا سابر با هر سابر یه دونه داره، تا این خیلی بزرگه. و اینه که دولت نگاه رو به غرب داره، مثلا حرف من نیست دا، مثلا جایی نوشته که دولت اینوستمنت سنگینی کرده روی غرب که مثلا مشکل مسکن و مثلا جمعیت ملبورن که الان دیگه پر جمعیت این شهر استرالیا هست و مثلا مردم رو مجاب کنه که بیان مثلا غرب ملبورن. حالا باید کار بکنه روی اینفراستراکچرش دیگه، مثلا اینجا خب ترم نداریم، یک مینیبوس های کوچولویی داریم به نام فلکسی راید که اینا رو میتونی بوک بکنی. این مینیبوس ها ایستگاهشون مجازیه، یعنی با گوشی مثلا اوبر و دیدی و یا معادلش تو ایران اسنپ و اینا رو بوک میکنی، یا تقریبا نزدیک یه جای نزدیک در خونه، ولی خب مثلا هر ساعتی بخوای نیست، معمولا بعد یه روز قبل بوکش بکنی. مثلا الان اگه من میخوام چیزی بوک بکنم، شاید چیزی مثلا برای ساعت 4 بعد از ظهر داشته باشه، ولی الان بوک بکنم الان برای همین الان چیزی نیست. خب من دیگه رسیدم خونه، دامبلم که هیچی نگرفتیم دیگه، پس فعلا تا ویدئوی دیگه، خداحافظ.